که دادن این هستش که شناسایی شدن و اونجا خوشبختانه هم قوه قضاییه هم وزارت اطلاعات هم انصافاً استاندار ما مسئولین استان به موضوع خیلی خوب برخورد کردن، چون اینجا ببینید بحث رئیس جمهور نیست، یعنی یک این نهاد ریاست جمهوری که از طرف مردم، خب بالاخره 24 میلیون مردم اومدن به رئیس جمهور رأی دادن، اگه قرار باشه که 15 تا آدم، اونها 20 تا آدم بودن دیگه، موتور سوار بودن، این 20 تا آدم به خودشون اجازه بدن که هر کاری بخوام بکنن، عملا این بقیه نهادها رو، بقیه ارگانها رو، اون جاهایی که باید کشور اداره کنن، خب اینها یه مقدار تضعیف میشه. اینا به نظر من، ضمن اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید کردن که انتقاد خوب است ولی توهین، بدزبانی، بداخلاقی، فحاشی و این کارها نباید انجام بشه. به هر حال این که حالا داره برخورد میشه، نباید که فکر کنید چون که حالا آقای رئیس جمهور هستش، این گونه این بساط این کارها باید در کشور جمع بشه. حالا ما 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری داریم، آیا این درسته که طرفدارای یک کاندیدا برن به کاندیدای دیگه فحش بدن یا تقاضای مرگ بکنن براش؟ آیا این کار درستیه؟ لذا من فکر میکنم که این کار برخورد خوبی رو هم باید تشکر بکنیم، قوه قضاییه کردن، وزارت اطلاعات کردن، ارگانهای دیگه کردن، به ویژه هم مردم اصفهان و هم مسئولین اصفهان از قوای مختلف.